بفهم. سلام. سلام. خب امروز به درخواست متعدد خیلی از بچه ها میخواییم یه غذای فنلاندی درست کنیم. از خودمون تاله درست نکردیم اولین باره. ما اصلا غذای فنلاندی تاله درست نکردیم. راست میگن. ما اصلا غذای فنلاندی درست نمی کنیم. مرسی از بچه ها دوستان که بانی خیر شد. یه هولی ما رو دادن یه غذای فنلاندی حداقل درست کنیم. آرتین هم خوابه. البته خیلی غذای فنلاندی خیلی غذای متنوع هم ندارن. آره. ولی یه سری غذا دارن. ولی خب حالا ما یه شب درست نکردیم. حالا به هر حال تو این ویدیو میخوایم این غذا رو نشون بدیم. یه دسر فنلاندی هم میخوایم درست کنیم. درست کردن که نیست، آماده کنیم. و یه سری خاطراتمون هم توی حالا تو مربوط به غذاهای فنلاندی و اینا رو میخوایم تعریف کنیم که بعضیش با نمک. آره. خب. بریم. لاتیکو یعنی جعبه، ماکارونی هم که ماکارونی جعبه ای. شاید به خاطر اینکه شکل چون من اکثرا دیدم خوردم این برام اومد شکل جعبه مانند بود. آره، زخامت انقدری شاید به خاطر اون شاید یه معنی دیگه در ما نمیده. خب مواد لازم. اول ماکارونی میخوایم. حالا اینجا ماکارونی که واسه این غذا استفاده میکنن این شکلیه. لوله ای چیز واسه شکل داره. و این که این غذا واسه چهار این آره این مواد واسه غذا چهار نفره و واقعا نمیدونم چرا اینقدر ماکارونیش کمه برای چهار نفر. کلا فنلاندیا ما چیزی که فهمیدیم مهمونی بری کم غذا جلوت میذارن. حتی خودشون فکر کنم کم غذا هستن ولی مهمونی میان خوب میخورن. من متوجه شدم. البته غذای ما خیلی خوشمزه میخوره. اوه نکته خوبی شرکت. 120 گرم ماکارونی، 200 گرم گوشت چرخ کرده، پیاز گاویه. حالا گاب گوسفندی هم میتونه مشکل نداره. فرنگی ریز میشه شاید تا بیشتر بشه. حالا بعد. پیاز خرد شده. کره، حالا کره واسه سرخ کردن گوشت و پیاز، روغن هم میشه استفاده کنی، تخم مرغ. آرتین هم داره میدانش. من کم کم برم بگیر. فلفل سیاه، نمک و جوز هندی گفتی. جوز هندی اینو من توی یعنی توی اون دستور غذاش به فنلاندی بود سرچ کردم تو ویکی‌پدیا ترجمه‌اش یعنی تو ویکی‌پدیا که آوردن فارسیش جوز هندی ترجمه شده بود و اینا هم هستش تو فروشگاه ما. تا حالا اصلا استفاده نکردم جوز هندی تو غذا. یه دونه لیوان یا یک کاپ اصلا اینو فقط اول کنیم نصف کاپ. حالا باید چک کنم شیر و من به مارتین بیارم تو خیلی برم مارتین بیارم و بعدش هم پنیر میخواییم که پنیر نیاز داریم. پنیر چدار میخواستیم که هم جزا ساعت دیروز ساعت 12 شب خواب و بیداری رفته پنیر خریده ولی فراموش کرده پنیر چدار بگیره و آره اینو یادم رفت بخورم دیگه. ما پنیر موزارلا داشتیم که از اون استفاده میکنیم. خوبی بابایی گفتی سلام. خب این شلوارش هم الان احتمالاً واسه خیلی سوال میشه بزرگ نیست واسه جدا بشن که شلوار این شلوار کلا مدلش اینجوری که میاد روی کلیه ملیه و همه هم و اخشارشو میگه. خب ظرف هم میخوام. حالا مثلا این ظرف خوشگله رو بذاشتیم اینجا ولی ببینیم چقدر جا میده. خب اولین کاری که بکنیم طبق دستور بعد آب بذاریم جوش بیاد و جوش اومده و ماکارونی ها رو به آب میریزیم. تو آب میریزیم که گفته ماکارونی ها نباید خیلی مثلا آماده مثلا همونی که میخوریم باشه، یکم باید سفت باشه چون دوباره روش مواد میاد و تو فر پخته میشه. و همینطور فرم بذاریم گرم بشه و دمای 220 درجه سانتیگراد بذاریم. خب ماکارونی ها رو ریختیم. حالا یکم بپزه توی این مرحله
مرحله گفته همزمان گوشت هم بذاریم که چیز شد گفته بشه. اول روشن کنیم بیو خب شب کره رو میدیم. حالا ما همشه خودمون روغن استفاده میکنم بیدیم چون گفته بود کره ما دقیقا طبق دستور داریم پیش میدیم. اینا فکر کنم مثلا تو این دستوری که من دیدم مثلا مثل ما به این گوش زردچوبه و اینا نمیزنن فقط نمکه و فلفله و خیلی چاستا زردچوبه رو نشناسه جوز هندی بیشتر چیزای همین هندی و ترک و اینا رو میشناسه. آره چرا این نظرم مثلا روغنش کمه خب الان ما طبق دستور جلو میریم سالمه میخوام سالم باشه. من خودم بودم بیشتر روغن میریختم. آره همونجور که حمید رضا اشاره کرد خیلی کم غذا میخورن. الان مثلا واقعا مثلا من هیچ وقت اینو واسه 4 نفر این واسه 1 نفرم بکنم شاید کم باشه. شاید ما زیاد غذا میخوریم. این اینم زدیم چون پاستیل میاد روش میشینه. گوشش هم خورده اگه ببینید. میاد روش میشینه بخاطر همین زدیم که روی نشینه عادت کرده بود. که ویدیوهاشو تو پیجمون توی اینستاگرام مارکو برندمون آره میشین ببینید تو کانال یوتیوب هم که ویدیوهای دستی کردنش اینا همه هستش. سخن گوی حرف میزنه واسه ما مثل بلبل. الان تو اتاقه. حالا در حین اینکه این آماده میشه غذای فنلاندی رو خب ما با شروعش اصلا با دانشگاه بود دیگه. حتی هیچ وقت غذای دانشگاه رو نمیشه مثلا بگیم که تو ایران خب همینه تو همه جا همینه. مثلا بگیم خب غذای مثلا فنلاندی رو میشه با غذای دانشگاه. خب من اینو آب کش کنم. چی کنی؟ آب کش کنم. این ماکارونی رو آب کش کنیم. گفته بود که خیلی نیاز نیست که نرم بشه. بشه میگفتون غذای دانشگاه نمیشه ملاک مثلا غذای فنلاندی قرار داد. آره. ولی خب ما تجربه چند بار غذا خوردن پیش فنلاندی ها رو داریم. یعنی غذا خونه فنلاندی بریم یعنی رفتیم و غذا خوردیم و فنلاندی هم اومدن خونه همون غذا رو ایرانی بهشون دادیم. یه غذا عجیب که دارن سوپ سوسیسه که سوسیس من اینجا خودم نخوردم چون یعنی شاید یه بار امتحان کرده باشم اصلا دوست نداشتم چون هستش شاید بعد دیگه سوسیس و آب و گوجه و این چیزا بود. بعد دیگه یه چیز مثلا شما وبسایت هایی که واسه غذای فنلاندی هستی مثلا بخوای سرچ بکنی که مثلا غذای فنلاندی کلا مثلا 7-8 تون فضا بیشتر نمیاره. یکیش که دسره که ما امروز میخوام اونو بهتون نشون بدیم. یکیش این غذاه. یه غذا داره که با گوشت گوز درست میشه که ما خونه یکی از دوستامون رفته بودیم یوهیس. آره یوهو مارتی اسمش ولی خب یوهیس مخففشه پوره سیب زمینی. بعد اینم خاطره جالبی بود. اینا با خانومش دو تا بچه کوچیک هم داشت. بچه‌هاش خیلی ناز بودن. یکیش ژیمناستیک میره واسه اون ملح. آره کلملق. آره خوبم زده بود. آره. بعد اینا اومدن خونه ما و نه ما رفتیم خونه اونا به اون گوشت گوز دادن. نه اول اونا اومدن فنلاندی هم اولا اول دعوت نمی کنن. اول اومدن؟ اول اونا اومده بودن. آه راست میگی فنلاندی هم اول اونا اومدن دعوت نمی کنن. آره بعد هم که ما در خیلی جا رو دعوت کردیم دیگه ما هم دعوت نکردن. آره یه ذره فهم فکر میکنم از نظر چیز یه ذره چون آدم هایی میشه گفت شاید خجالتی هستن شاید مثلا بعد فرهنگ غنی غذایی هم شاید نداشته باشن بخاطر همین نمیتونن خیلی مانو بدن. چی میخندی بابا؟ بعد خلاصه رفتیم خونه شون و زحمت کشیده بودن گوشت گوز درست کرده بودن. برای خانواده خوبی هم بودن دوست خیلی خوبی من بود با هم تو فوتبال آشنا شدیم. من دانشگاه تو فوتبال بازی میکردم. من گوشت رو به پیاز دهن چه کمیون کلامه اضافه کنم. بعد یادت نگیم غذا که آوردن چیز بود ما گفتیم که من خودم هم موقع تو دلم بود تا یک غذا هیچ خواهد کمه این واسه من فقط بکرم واسه یه نفر. آره مثلا ما فکرم یه بشقاب گوشت آورد بعد ما فکرم این بشقاب مثلا واسه یه نفره. آره نه آره مثلا واسه من رو نگیم. آره عدد میز ولی خب فورش هم کم بود ولی خب دیگه با همون سعی کردیم سیر بشیم و ولی خوشمزه بود. آره خیلی با زاده ما خیلی خوب جور در میومد خوشمزه بود و
دیگه یه بار اونجا بود. بقیه تجربیاتمون یه دونه هم یه خانومی بودش که به عنوان چی بهش گفتن؟ آستین فامیلی ما بود که خانواده میزبان مثلا. که مثلا آشنا بشیم اون هوایت تو دانشگاه معرفی میکردن ما رو مثلا به خانواده ها. یه دانشگاه اصلا دانشگاه اینجا یه برنامه دارن که خانواده ها رو میان با دانشجوهای خارجی مثلا چون دانشجو درخواست میدن و یه سری خانواده ها میان میگن ما اوکی ما میتونیم، بعد با هم آشناشون میکنن رفت و آمد میکنن که با فرهنگ ها آشنا بشن. خب بازم چکر میونه کلامه من این به قولن مواد تمدهنده رو به پوشت اضافه کنم یا چی؟ نمک و فلفل و جوز هندی. بعد بیا تو بخواهی اینو بگی من رو بیشتر هم کار یدیه. خلاصه اینکه اون برنامه یکی به ما معرفی کرده و ما چکار کردیم رفتیم آشنا شدیم و یه دو سه بار خونه اون خانومه فنلاندی بود. فنلاندی که نبود، فقط واسه سال نو شون سال نو بگنه مثلا گوشت تو فرق گذاشته بود. آره. هم چالکی بود ولی نه یه بار رفتیم خونه شون اولین بار رو فکر کنم برامون بیش استراگانوف درست کرد. آره. و بازم خیلی کم بود، یعنی قشنگ بنزه یه نفر بود غذا. ولی خب دیگه خوشمزه بود دیگه. آره ولی خب دسر و شیش غذا و این چیزا هست، این چیزایی که میدن اوکیه، یعنی مثلا ما ایرانی ها سیر نمیشیم ولی خب گوشنه هم نمیمونیم. آره یه تعبندی. حالا من که خاطر جالبی که دارم با یه بار با همین استادا و بچه های گروهمون رفته بودیم شام به رستوران، بعد چیز شد مثلا اومد گفت چی میخوای، من گفتم مثلا پیتزا میخوام، فلان پیتزا میخوام، بعد بعد گفت چقدر نصف پیتزا، یک چهارم پیتزا کامه، گفتم نه که یک پیتزا دیگه. بعد میز گشت و یعنی یارو گشت دور میز و از بقیه اوردر گرفت، بعد مثلا همه گفتن یک چهارم پیتزا نست باسه ما اصلا معنی نداره پیتزا اصلا. آره مثلا چیزه کسرشن یعنی نصف پیتزا دست به بالش دادن. بعد دیگه هیچی، خلاصه همه مثلا استادا همه آدم های بزرگ بزرگ همه یک چهارم پیتزا، من یه پیتزا کامل سردم. این هم یه جورای جالب فکر کنم مثلا تو کالکرشونه کلا مثلا کم خوردن و اینا. خب بدن های سواله میهن رو ورزش میکنن دیگه. آها چیزش اینه دیگه، اونا با چنگال و چاقو میخورن ما با قاشق سوپ خوریم. بیل بیتنیم ولی حالا غذاهای دانشگاه تو کنون غذا دوست داشتی؟ من؟ یه بگم؟ واقعا بگم؟ بگو نه خود تو دوست نداشتی بگم. خب من دوست نداشته باشم. خب من اون سوسیسه رو میدادن. آه درسته. یه سوسیسه خیلی بزرگی بود، روش هم چیز بود، پنیر پیتزا بود، من اونو خیلی دوست داشتم. ولی آره خیلی دوست داشتم و همه اصلا میگه بازم سوسیس داره غذا داره. یه مرغی هم میدادن که اصلا نپخته، خیلی کم پخته بود، یعنی بخار پس شده بود. اونم بعضی وقتی بیشتر میپختم دوست داشتم. ولی من چیزی که خیلی دوست داشتم، حالا سوپر اینا سوپ ماهی دارن، سوپ ماهی سالمون. گفت منم دوست دارم. دوست داری؟ آره. بعد اونو نگی اطلاع اونو اصلا نگین دوست داری. من کلا ماهی خیلی میونه خوبی ندارم. بعد چیز بود اینه که تو بیمارستان به ما دادن واقعا به دنیا اومدن این جوجو اونو اصلا خوب نبود، توش هویج و اینا بود، ولی اون یه چیز بود، یه سوپ ماهی بود، تیکای ماهی مربعی دانشگاه، من خیلی دوست داشتم. اون خیلی خوب بود. بعد یه روز برم ادیوتی بگم آقا رسیپی اینو به من بده. یه چیز دیگه که خیلی دوست داشتم اون مثل رولت گوشت بود. اونم خیلی خوشمزه بود. چیه بابا؟ دیگه شما دستمال لازم شدی که بعد اینجا تمیز کنی. آب دهنت افتاد. آره؟ می‌خندی شما؟ می‌خندی؟ خیلی خوشی هایی دیگه یه خوشمه که بایدی درمیاری بابایی بخورده. آره؟ جگر مایی تو. خلاصه این که اینجوری غذای دانشگاه اینا خوب بود، ولی خب دانشگاه خوب بود، مثلا سه چهار تا رستوران داشت میرفتیم همین چرخی دو کنون یا اینترنتی نگاه میکرد. غذاش مثلا هزینهش خیلی هرزون، مثلا یه غذا دانشجویی حتی دکترا دانشجو حساب نمیشه، اما مثلا مستر و لیسانس ها که بهشون یعنی میشه غذا دانشجویی بگی. اون موقع که ما بودیم یادم 1.70 بود اولش، مثلا 1.70 با مثلا یه مدل غذا برداری، سالاد برداری، نوشیدنی برداری. آره
دسر نداشت کره و کره و نون و اینا هم آخرش بسید بله. این شد 1.70 که بعدش مثلا کنش 2.20 یا 2.30. اینجوری خلاصه اینم غذاهای فرهنگی، ولی خب از نظر فرهنگی فرهنگ غذایی غنی نداره، معمولا این بر اونور وارد شده. ما خیلی هم نرفتیم. خب نداره، الان من میگم من اینترنت سرچ کنی تو بزنی مثلا فینیش مثلا بیشتر این چیزه شده همون گوشت گوزنه، اینو گوشت گوزنه گوشت خرس و... گوشت خرس هم هست ولی خیلی چیز نیست که باب نیست مثلا همه بخورن. و یه مثلا یه دونه دو یکی دو تا دسر مثلا سالمیاکی هم جزء غذاهای فنلاندی آورده، چه خیلی بدمزه. بعد دیگه چی دارن؟ یه سوپ سوسیس هم که گفتیم. آها یه چیزی دارن، سوپ چی سب نخود سب. آها اون خیلی معروفه، اونو خیلی روزایی فکر کنم چهارشنبه میخورن. اونم مثلا انگار هر هفته مثلا چهارشنبه اون سوپ رو میخورن، چهارشنبه یا پنجشنبه نمیدونم ولی هر هفته میخورن. ولی اونم هم چیزی که دارن کاریالم کاریالان پیراکا، اونم یه نونه اونو درست میکنه، اونم چیز جالبه سعی میکنه درست کنه باحاله. و دیگه این هاست غذاهای اصلی فنلاند. ولی خب شاید مثلا بری سمت شما خیلی دیپ بشی توی مثلا فرهنگشون شاید چیزای دیگه هم پیدا کنی. یه سایت حالا پیدا کردم که توضیحاتش بد نبود، یعنی تعداد غذاهاش بیشتر. حالا ببینیم چی داره، اینم اکسپت کنیم که اکسارم باز نمیکنه. رایس پوریج. دیگه چی داریم؟ این که همون سوپ نخود فرنگیه که خیلی هم دوست دارن. سوسیس هم اتفاقا زایرنش توش هم داره، بعد درستی سوسیس هم میدید. دیگه چی داریم؟ حالا من سعی میکنم سوپر درست کنیم. من عاشق این سوپ، اینه دقیقا همینه. این لوهی کیتو سالمون، ولی اون یادم گوشت سفید بود. نه نه سالمون بودش. سالمون بود؟ میادم نه خواهم میرفتیم غذا خوریم، من ماهیاشو میدادم به تو. من آرزوم بود غذا اون بشه، خیلی دوست داشتم چون یه طعم خامه خودمزه میده. حالا من سعی میکنم عکساشو رو ویدیو موقع ادیت بذارم. میتونیم درست کنیم، همین هم میتونیم درست کنیم. حالا سر فرصت همش درست میکنیم. بعد این همون سوسیس مین دیش. اونها پیش غذا بود؟ پیش غذا بود؟ آره اون میتباله که تو ایکیا میده، تو ایکیا با پوره سیب زمینی و اون چیز چیزینه. توضیحات چرا تعریف داره؟ یکیش که همین غذایی که ما درست کردیم، ماکارونی لاتیکو بیف ماکارونی ویت مینس میت. و بعدی گزینه بعدی اینم باید باحال باشه. خورشت کاریالان پاریستی میت استو. خورشت گوشته بهش میخوره، بسه چیز مونه چلو گوشته خودمونه. اما سری دستی خیلی زیاده غذا تو کسی نداری چی؟ عوض میخوام داریم. خب غذا زیاد داره فهمیدی؟ بعد ما ولی اکثر من اینو داشتم پیدا کردم. مثلا این پند فراید پوتیتو ویت ساسج، خب این همه جا هست. آلمان اصلا سیب زمینیه، خودمون هم داریم سوسیس بندری. بعد دیگه میاد این چیه؟ تاپ کبج. این دلمه یه چیزه دیگه، دلمه کلم کلم برگ. این فیلم ها فنلاندی باشه، شاید فنلاندی ها علاقه دارن. فراید
آه یه همین ماهی کوچیک ها هستن، کلیک های چیه شبیه اونه. شیر خورده ها گشنش نیست. آره بکنم اسم غذا اینا رو بردیم اینجور شده. حتی انگوشش نخواهد توی این سن یک انگوش بخواهد توی حالا موقع تابستون هم که میریم دم در ساحل و اون قسمت فروشگاه های تو هلسینکی هستش که چیزاشو میان بسات میکنن، اونجا برید از این ماهی ریزا رو سرخ میکنن و میفروشن و خیلی اونجا بوی زیاده ماهی هست. بازم نگیم دوست نداره، من ماهی کلیک ها کوچیکا رو بعدم نمیام خوشم نمیاد، ولی فکر کنم خیلی شور باشه. این هم که آره یه نونی یه مثل دونات ولی توش گوشت و برنج و اینا، اینو تو فروشگاه اینجا حتی میفروشن. اینا من دوست دارم خوشمزه. این چیه؟ آه این هم یه نوع ماهیه مثل ترشی میمونه. ماهی توی ترشیشه، ترشی مریمیتت نمیدم چی چی. این هم که یه دسرات شیرینیه. این هم که همه چیزی که الان میخوایم درست کنیم اسمش نون پنیر نون پنیر نونی یا نون پنیری هم چیزی که یه حالا از نزدیکم نشون میدم، یه پنیریه که پخته شده و این الان آماده شده. این هم حتی تازه تریش هستش دیگه. خب خیلی سخت باید باشه و امکانه پیش ما نداریم دیگه. ما آماده خریدیم و آمادهش هم زیاد هستش که روشو با مربای کلاودبری که میشه لاکا، یه مدل بریه هیلو چیه اسم دیگه هم داره بهش میگن لاکا هیلو روشه که این توی جنگل منگره در میاره. این فکر کنم صنعتی شه چون اونی که واقعا تو جنگلش باشه خیلی نارنجیه، این رنگش خیلی نارنجی نیست و جزء مربایی هستش که خیلی خرسا میشه که علاقه دارم و و آره و اینکه میگن اگه مثلا جایی رفتی که اینا رو داره تو جنگل با قسمت شمالی انگا بیشتره اینا داره، یه مقدار باید حواستون باشه خرس از پشت و حمله نکنه. خب این گوشت ما فکر کنم آماده است. حالا کاری که باید بکنیم، ماکارونی هایی که آب کش کردیم بریزیم توی این و خوب هم میزنیم مخلوط بشه. خب حالا بعد بریم یه سوسی داره که بعد روش درست کنیم. خب برای سوسش گفته که چیز تخم مرغ توی زرد تخم مرغ رو بشکنیم. چقدر هم نگین تخم مرغ شکنه رو دوست داره. هم متنفر از این کنم یه آب بزنم. خب تخم مرغ رو بشکنیم، بعد این شیرم یه کاپ شیرم بریزیم توش. یه کاپ نگفتی نصف؟ نه چک کردم واسه 8 نفر 2 تا کاپه، واسه 4 نفر یک کاپ در واقع هست. یه لیوان بریزیم و بیف مخونه اندازیش. بعد چیز کنیم میخونه به انگلیسی افزایی اینا رو با هم خوب هم بزنیم. خب اینا که خوب هم زدیم باید این چیز هم رو بیاریم، موادی که داشتیم حالا فکرم ظرف اونم واسه این کافی نیست، فکرم باید دو تا ظرف بریزیم. اینا باید بریزیم اینجور. آخو اینجای دو هم چه؟ آی خب آب بریزی شده نگیده اینجای میگه من پرش میکنم بکن بسته ها؟ نه بسته یا خوف نمی کنه یه وقت خدا اینا کرده تو خوف نمی کنم خوف نکنم چیزی نه آبا یه بابا حالا باید اینو گفته بریزیم این رو از خب کمتر میریزم چون یک مقدارش موند. آره میشه چیزم بکنی، میتونی الان پنیر هم بریزی که پنیر یه ذره بریزی پنیر بره لاش ها بعد این کار کنم میشه یه ذره پنیر نه دیگه نمیشه چون که الان پنیر میاد روش دوباره. خب جان ماما یکم اینو بریزیم این رو و یکمشو میذارم چون که
همه مواد رو نریخیم زیاد میشه. الان این تقریبا پر اون چیز است. بعد گفته که پنیر چدار که نداریم، پنیر موزارلا رو یکم میریزیم روی این. خوبه؟ چند بار بزنیم تو فر چه دمایی؟ فر که گفتم دمای 220 درجه 220 درجه 30 دقیقه میذاریم توی فر. خب فر رو الفت گم کردیم 220 و قیزمون رو میذاریم توی اوه داغه دست نسوزه اینجا هم که بازم حالا شاید دوستان ویدیو قبلیمون رو ندیده باشن، گاز اینجا گاز و همه چی با برقه، گاز گازی نداره، اجاق برقی. یکی گفته بگی اجاق برقی بهتره، راست میگه، اجاق گازی این اجاق برقی. جان دلم آشپزی با آرتین. آرتین سر آشپز با کنم بابایی جان چیه پسر ناش میگه غذای من کو؟ آره غذای من کی آماده میشه؟ خب نیم ساعت هم گذاشتیم و داریم بریم. اینجا ترتیبش میدیم ببینیم چی شد، ببینیم چه مزه‌ای شد. اولین تجربه غذای فنلاندی اینو که قبلا جفتشم خورده بودیم. آره خوردیم ولی خودمون درست نکردیم. آره خب من برات کنم این وریشو جانم برو تو کارش ببینیم چی شده. وا قیافش که خیلی خوبه، شکل اون چیزی بیرون میفرمان شده. میخوای تو هم؟ اینم داغ باید باشه ولی نخور. یه بشقاب بذار بیارم. من خورم داغ نبود؟ خوشمزه هم؟ بهتر از سکسکه بود؟ بهتر از بیرون شده؟ بدن؟ همونه، خوشمزه هم؟ دوست داری؟ آره خوبه. پنیرش هم الان این بهتر از اون پنیر هست. آره مثلا موزارلا بهتره. بشقابه الکی رو بدم بسا خوشمزه. جاتون خالی؟ جاتون خالی. دست ساده هم بوده انصافا کاری نداره. خیلی راحت. آره یعنی تو ایران هم میتونه باید درست کنه، هر جا هستی میتونه درست کنه. چیز حتی فکر کنم مثلا اون جوز هندی و اینا نمیدونم تو ایران باید باشه، ولی اگه نداشتی مثلا مهم نیست. اما شیره و تخم مرغ دوستش هم که همون تایی دارت میکنیم. میزانش هم این انصافا واسه دو نفر خوبه، چون تخم مرغ داره شیر داره اینا هم سنگینه. خیلی شما هم حتما درست کنیم، خیلی خوشمزه. اینو فعلا بذاریم غذا بکنیم این سراغ دسر. همین چنگال هم استفاده میکنیم. آره دیگه مثلا باید یکم مربا بریزیم روش. بعد اینجوری یه پنیر هم دارن اینا باربیکیوش میکنن، یعنی میزنن رو آتیش. همینه؟ نه اون فکرم خیلی چربه، یعنی همچین تیکش رو میخوری برای کافیه. نه خورده بودیم قبلا ولی لاکتابش نرفته بودیم. نه لاکتابش نرفته بودیم ولی بازم پنیرش خیلی مزه ای نداره. هم باز هم این حالت خب میبینیم که ما خریدیم این حالت شاید صنعتی داره. نمیدونیم شاید مثلا شیر گوز مثلا نمیدونم این چیزا شاید خیلی متفاوتش کنه. ولی شیر گوز یه ذره زیر دهنو حس میکنیم.
انگار لاستیکه. نه من دوست دارم. یعنی نه که سفته ها اینجور جای میخوری صدا میده. انگار یادت بچه بودیم باز کنه که اینجور یعنی این صدا میده. همون صدا رو میدن. حالا این نونش رو نمیدونم حالا باید این باشه یا نه. نونش رو نون جو هست. نون جو. اصلا نون جو هست. ما فرض رو بریم میگیم نون جو. خب این هم از یه غذای فنلاندی آشپزیمون امیدواریم که لذت برده باشی. خود ما که لذت بردیم، خوب بود، خوشمزه بود. آره. و خیلی من مرسی از اون دوستانی که تو صفحه اینستاگرام گفتن که حتما غذا فنلاندی درست کنی ببینید چیه. آره تصویر کردیم قولمون دادیم. دقیقا. و ممنون میشیم اگه سابسکرایب کنیم، حتما این کار بکنید، لطف میکنید و ویدیو رو لایک کنید. اگه دوست دارید حالا تجربه ای دارید چیزی دارید کامنت بنویسید که بقیه دوستان هم کامنت ها رو میخونن با تجربه شما آشنا شن، با نظر شما آشنا شن. آره مرسی که با ما همراه بودین و تا غذای بعدی خدا حافظ.